در روسیه مهاجران مهنتی از تاجیکستان به درک می شوند. دانشجویان ترکمن را از خودی فرودگاه به خدمت حربی می برند. نقل مادری کشته شده در کلونی شهر وحدت. با گفته حمایتگران حقوق در روسیه تمایل به درک شوی مهاجران مهنتی از تاجیکستان نمایان می شود. ضمناً همین حالت در وقت دستگیر شوی و یا پس از دعوت شدن به شعبه پلیس روی می دهد. چی طوری که رادیو آزادی می نویسد، پلیس روسیه جواباً به مراجعات نزدیکان شخصان به درک شده حالت های دستگیر شوی و دعوت به شعبه پلیس شخصان به درک شده را انکار می کنند. کوری اصلا در شهر مسکو و ولایت مسکو بدرک می شوند. با گفته حمایتگری حقوق مهاجران مهنتی کریم جان یاروف، شخصا خودی او به نزدیکان 20 نفر شهروندان تاجیکستانی که بدرک شدند یاری و کمک کرده استاده است. عیناً همین نزدیکان شخصان بدرک شده ابراز نمودند که 1-2 سال شده است پس از دعوت شوی آنها به شعبه پلیس بدرک هستند. حکومت روسیه جواباً به مراجعات های مذکور میگوید که ما مراجعات شما را دیده میبراییم و یا حالت های دستگیر شوی مهاجر مهنتی را قطعیاً انکار میکنند. یک ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان میرزا ظریفوف از سال 2017 این جانب دو برادر خود را عثمان ظریفوف 37 ساله و بابا خلیل سعدالله 29 ساله را کافت و کاو مینماید که سنه 13 و 14 ایونی سال 2017 در اطراف پارک سانسوی شهر مسکو دستگیر شده بودند. پس از دو روزی دستگیر شوی برادران با درخواست حکومت روسیه نزدیکان برادران که در ناحیه همدانی هستند پرسیش کرده شدند. دیگر معلومات عاید برادران دستگیر شدگان گفته نشده است. هم حکومت روسیه و هم حکومت تاجیکستان بیان میکنند که عاید دستگیر شوی برادران معلوماتی ندارند. خود درباره نفران میپرسیم و چندی نفران هم یافتیم که آنها در زندان های روسیه بودند. با عقیده حمایتگری حقوق کریم جان یاروف، بدرک شوی مهاجران به حالت عادی تبدیل یافته است. اکثریت حالت های مذکور در ولایت مسکو روی داده استاده است. حکومت جواباً میگوید که آنها دستگیر نکردند و یا میگویند که پس از گذرانیدن پرسیش دستگیر شدگان آزاد کرده شدند. بعضی دستگیر شدگان در خصوص حالتشان از زندان زنگ زده خبر میدهند، ولی در خصوص دیگران یگان خبری وجود ندارد. وقتهای آخر آوازه های پیدا شده است که گویا فسب زندان های مخصوص دارد و شهروندان خارجی که در علاقمندی با تشکیلات های تروریستی گمان بر دانسته می شوند و چنین زندان ها ارسال کرده می شوند، می گوید یاروف. اینچنین حقوق شناسان قید می کنند که حکومت با طور لازمی مهاجران بدرک شده را کافتوکاو نمی کند. در این زمان در خدمات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه تصدیق نمودند که به خدمات آنها هر ماه یک چند ارزها عاید مهاجران مهنتی بدرک شده قبول کرده می شود. چهار دانشجوی دیگری که برای تعطیل نمودن به ترکمنستان برگشتند از خودی فرودگاه راست به خدمت حربی ارسال گردیدند. در این خصوص آژانس اطلاعاتی خرونیکا ترکمنستان اطلاع می‌دهد. جوانان شب 1 ایون از کشور ترکیه با هواپیما به ترکمنستان می‌آیند. دو نفر آنها از بیرامعلی، دو نفر دیگر باشد از ولایت لباب می‌باشند. در فرودگاه بین‌الخلقی شهر اشقاباد آنها را والدینشان پیشوازگیری برآمدند، ولی منتظر شدن نتوانستند. سنه 3 ایون پس از مراجعت به همه مقامات ها، والدین با واسطه شناس ها معین نمودند که فرزندی آنها در منطقه گارنیزون حربی شهر اشقاباد همچون نو آمادگان قرار دارند. جوانان را در شعبه کناراجیان خدمت حربی جایگیر نمودند. در فرودگاه پس از گذشتن نظارت شناسناموی آنها را برای پرسیش گذرانی میبرند که یک چند ساعت طول میکشد. پس از گذرانیدن پرسیش افسر رتبه‌دار گارنیزون حربی شهر اشقاباد
اظهار نمود که جوانان به صفی قواهای مسلح دعوت شدند. این انلکه مراتبه یکم نیست که پس از برگشتن به تعطیل گذرانی دانشجویان را به خدمت حربی ارسال می نمایند. عینن حادثه مانند در ماه می سال جاری روی داد است که از خود فرودگاه دانشجو را که از مسکو برگشته است به خدمت حربی ارسال نمودند. چی گفته هستن که کسی که مادر یکی از کشته شدگان در کلونی شهری وحدت در رفت قتل عموی محکوم شدگان به خبرنگاران درباره پسرش نقل نمود. ساکنی محلی با نام ساکینه نامش تغییر داده شده است، اشکی چشمانش را داشته نمی تواند. پسرم این دنیا را در حالت گرسنه ترک کرد. از من همگی یک چیز می خواست، یگان چیزی با مزه و سرغذا بیارم. فیغان دارد مادر. در این خصوص سامانه یورازیان نت آرگ می نویسد. پسری ساکینه پیش از کشتار پس از 10 روزی سپری شوی ماهی رمضان از کالونیا زنگ زد و گفت مادرم التماس به من چیزی خوردنی بیار. ما الحال روزه‌دار هستیم. از خوراک تنقیسی داریم. سنه 20 می کارمندان میلیسه محلی ساکینه را واقف نمودند که پسرش در رفتی ایسیان کشته شده است و او میتواند جسد پسرش را رفته از کالونیا بگیرد. با چیزی شنیدم باوریم نمی آمد. آخر کمی پیشتر با او ملاقات کرده بودم. از من درخواست نمود تا به نزدش زود زود خبرگیری بیایم. او می گفت با من چیزی لازم نیست، تنها با واخوری بیا. نقل می کند ساکینه. وقتی که ساکینه و دیگر اعضایان خانواده به نزد در زندان نزدیک شدند، آنها را مجبور کردند یک چند ساعت انتظار شوند. عیناً در همین حالت نزدیکان دیگر محکوم شدگان کشته شده نیز قرار داشتند. در آخر کارمندان میلیسه گفتند که حکومت آنها را دفن می کند. با کارمندان میلیسه مناقشه نمودیم. مناسبت آنها با ما غیر انسانی بود. آنها ما را حقیر می نمودند. در اول آنها گفتند که جسدها را می برارند. سپس گفتند که جسدها را نمی برارند. با من اجازت ندادند با فرزندم الویدا نمایم. با ما آید حادثه چیزی نگفتند. چطور به ترتیبی شروع گردید؟ با چی سبب؟ چطور پسرم را کشتند؟ میگوید ساکینه. پس از مناقشه ها و التجاهای حقیرانه یک گروه نزدیکان را به قبرستان شهری دوشنبه بردند. در آنجا از نقلیات بارکشانی 7 جسد را فراوردند که با متای سفید پیچانیده شده بود. ساکینه میگوید که کارمندان خدمات امنیت به مادران اجازت ندادند که روی فرزندان خود را ببینند. این هم باز سبب خشمگین شوی گردید. من پسرم را از دست دادم. باز آیله های دیگر شوهران، پدران و پسران خود را از دست دادند. آنها نمی خواستند که ما فرزندان خود را ببینیم. من فرزند به وایه رسانیدم، نه آنها. کشتن آسان، ولی به وایه رسانیدن فرزند کاری آسان نیست. هرچند ما خواهش می نمودیم، کارمندان میلیسه خاموش می ایستادند. با ما چیزی نمی گفتند، می گوید مادر. یادرس میکنیم که از شب 19 به 20 می در کالونی نظامش سخت شهری وحدت قتل عامی محکوم شدگان روی داد. طبق اطلاع گوناگون زیاده از 30 نفر محکوم شدگان وحشیانه کشته شدند.